تنها ترین نهنگ جهان اولین بار در سال 1989 صدای عجیب از اقیانوس شنیده شد. در دوران جنگ سرد، زمانی که ارتش آمریکا هیدروفون‌هایی را در کف اقیانوس مستقر کرد تا صدای زیردریایی‌های شوروی را بشنوه، صداهای غیرمنتظره ای را در پس زمینه شبیه ناله‌های عجیب و غریب دریافت کرد. صدایی از یک نهنگ خاص که حد زده میشه دچار نوعی اختلال مادرزادی هست، یا اینکه از پیوند جنسی دو گونه مختلف به وجود اومده. به صدای تنها ترین نهنگ جهان گوش کنید. نهنگ ها برای پیدا کردن جفت و ارتباط با سایر نهنگ ها امواج صوتی تولید می کنند که تا کیلومترها شنیده میشه. فرکانس معمول اونا بین 15 تا 30 هرتزه، اما تنها ترین نهنگ جهان به دلیل تولید فرکانس 52 هرتز نهنگ 52 هرتزی نام گرفته، صدایی که نهنگ های دیگه قادر به شنیدنش نیستن. این نهنگ احتمالاً نر هست و الگوی مهاجرتش از کالیفرنیای مرکزی تا جزایر الوشن در اقیانوس آرام ثبت شده، اما تا به حال کسی اونو مشاهده نکرده و طبق گزارش ها مهاجرتش با حضور یا مسیر حرکت سایر نهنگ ها ارتباطی نداره. به خاطر اختلال مادرزادی، فرکانس صداش برای انسان‌ها خیلی کم و برای نهنگ‌ها خیلی زیاده. سال‌هاست یکه و تنها در اقیانوس پهناور پرسه می‌زنه و برای معشوقی که شاید هیچ وقت پیدا نکنه، آواز عاشقانه می‌خونه. اما چه کسی می‌دونه در اعماق اقیانوس‌ها چه خبره؟ شاید نهنگ 52 و 52‌های دیگه‌ای هم وجود دارن. آهنگسازان و نویسندگان زیادی در آثارشون از داستان زندگی این نهنگ الهام گرفتن و حتی مستندی هم در موردش ساخته شده که لئوناردو دیکاپریو یکی از تهیه کنندگان اجرایی این فیلمه.